عقربه‌های قیمت دلار روز به روز بالا رفت و از مرز 6000 تومان هم عبور کرد. یعنی دستای پشت پرده و اونهایی که دلار وارد بازار می‌کنن برای هر دلار تقریباً 1500 تومان بدون کمترین کار و انرژی به دست آوردن. حالا اینها کیا هستن؟ دیروز سایت حکومتی ایلنا به نقل از یک اقتصاددان نوشته، به گفته‌های پراکنده برخی مقامات و نزدیکان به قدرت، بخشی از متقاضیان ارز و دامن زنندگان به بحران این بازار بعضاً بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای غیر پاسخگو هستند. موضوع ارز و اعلام تکنرخی شدن اون به قیمت 4200 تومان در فضای مجازی هم بسیار مورد توجه کاربران اینترنتی قرار گرفته و به همین دلیله که موضوع ریتوییت امروز رو به همین موضوع اختصاص دادیم. با هم ریتوییت رو ببینیم. به دنبال رسیدن قیمت دلار به بالای 6000 تومان، جهانگیری وعده داد که قیمت دلار رو به ثبات 4200 تومانی میرسونه. وعده‌ای که بیشتر باعث شد جهانگیری و دولت روحانی به مضحکه‌ای در فضای مجازی تبدیل بشن و اعتراضاتی رو به دنبال داشت. این موضوع رو در هشتگ‌های دلار 4200 تومانی و دلار 6000 تومانی دنبال می‌کنیم. امروز توی صرافی مردم میگن دیشب جهانگیری گفت دلار 4200 تومانه. صرافی‌ها هم میگن برو از جهانگیری بگیر. نهاوندیان، نوسانات و تنش‌های بازار ارز به خاطر لفظ‌هایی بود که در کانال‌های فضای مجازی به کار برده می‌شد. نمیشه لفظ‌هایی در فضای مجازی به کار ببریم ارزون شه؟ دوستان شروع کنید. متضرر اصلی این مصوبه قیمت دلار 4200 تومانی اون مردمی هستند که سرمایه‌شون رو تبدیل به دلار 6000 تومانی کردن. اگه مدیریت کشور رو به خران عزیز می‌سپردیم قطعاً وضع مملکت از این بهتر بود. زمان اعتصابات سراسری علیه این نابسامانی اقتصادی فرا رسیده. براندازم. آینده‌ای نچندان دور در خیابان‌های ایران. بی ارزش شدن واحد پول مجارستان در سال 1946. اقتصاد ایران بیماریه که تمام اندام‌های حیاتش از کار افتاده و بدنش پر از زخمه. حالا یه پانسمان موقت سرپایی فقط میتونه زخمشو واسه چند روز بپوشونه. پایین کشیدن قیمت دلار و اعلام دلار 4200 تومانی مثل همین پانسمان میمونه. این دلار 4200 تومانی رو که نه کسی خریده و نه هیچ صرافی فروخته. مثل اینکه فقط قرار بوده همون پشت پرده تقسیم بشه که مقامات بتونن با نرخ مناسب دارایی‌هاشون رو تبدیل به دلار کنن. با منطق غارتگری که دارن بر ما حکومت میکنن درست نیست سرداران و آقازاده ها و نوکیسه ها و حسن فریدون و برادر جهانگیری پولهای اختلاس شده رو با دلار 6000 تومانی از کشور خارج کنن. خب ضرر میکنن دیگه. بنابراین نرخ رو برای خودی ها پایین میاریم. برای واژگون کردن اساس یک مملکت هیچ وسیله‌ای مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته قرن 20. هرچی فکر میکنم بوچه حسابی زندهی به نتیجه نمیرسم. دلار 6 تومن، سکه 2 تومن، هفته گذشته گوشت کیلوی 45، امروز کیلوی 54 تومن. حقوق که قربونش برم از 1 تا 15 ماه به زور خودشو میکشه. ولی خب مهم اینه که تو سریالا میگن امنیت داریم. دیدین یه نفر که چاقه و شکم داره ولی میخواد بگه خوش استایلم نفسشو حبس میکنه و شکمشو میده داخل؟ چند ثانیه میتونه خودشو نگه داره اما دوباره شکمش میاد جلو. داستان دلار 4200 تومانی هم همینه. دلار 4200 تومانی باز هم باعث میشه یه عده آدم که رانت دارن بخرنش و تو بازار آزاد موازی که قطعاً شکل خواهد گرفت با قیمت بالاتر بفروشن. سیستم فاسد همه کاراش بر مبنای سود رسوندن بیشتر به عوامل خودشه و این پایین اومدن قیمت هیچ تأثیر مثبتی تو زندگی من جوون نمیذاره و بالا رفتن قیمت رو خونسا نمیکنه. قیمت دلار سنرخی شد. آزاد، دولتی، جهانگیری. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه. این شرایط نشانه ای از فروپاشی اقتصادی ایران و حرکت به سمت ونزوئلایی شدن است که در آینده نیز تشدید می شود.
اگه قرار دولت به مردم دلار 4200 تومانی بده، پس تهدید کردن فروشندگان دلار 6000 تومانی برای چیه؟ مگه ملت مغز خر خوردن دلار 4200 نخرن و دلار 6000 تومانی بخرن؟ آمریکا با گرون کردن دلار میخواد به ایران فشار بیاره، اما زهی خیال باطل. با درایت رهبری و سیاست‌های ایشون همچون اقتصاد مقاومتی کوچکترین ضربه‌ای به نظام وارد نخواهد شد. نطق این هفته ای امام جمعه اصفهان، دلار 6000 تومانی. سیرک جمهوری اسلامی داره به مراحل جذابش نزدیک میشه. همین که ساعت 11 شب ویدیو میدی بیرون دلار 6 تومانی و 4200 اعلام میکنی و میگی نمیدونم چرا اینجوری شد، نشون دهنده نفسهای آخرته. اگه تو نمیدونی چی شد، ما میدونیم این کلیپ یعنی چی. دیگه تموم ماجرا. مادرم بازنشسته است و چند ماه حقوق دریافت نکرده. برادرم ماه هاست دنبال کار میگرده و نتونسته هنوز کاری پیدا کنه. خواهرم مبتلا به بیماری خاصه و تو همین چند روز قیمت داروها چند برابر شده. این روزها با صعود نجومی دلار میلیون ها خانواده مثل خانواده من به فلاکت نشستن. وقتش نشده برخیزیم؟